روزهای پایانی مبارزات انتخاباتی فرانسه است، جایی که هر رأی میتواند در دور دوم انتخابات روز یکشنبه حائز اهمیت باشد. در یک مناظره تلویزیونی بر روز چهارشنبه، امانوئل مکرون به دنبال برجسته ساختن ارتباط میان حزب راست افراطی مارین لپن و ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه بود. حزب تجمع ملی او در سال 2014 از یک بانک مرتبط به کرملین قرضه گرفته بود. برای کشور ما این خبر بد است، زیرا شما به رژیم روسیه و به پوتین وابسته هستید. لپن گفت هیچ بانک فرانسوی به او قرضه نداد، بناهن او به سمت روسیه رفت. رسیدن لپن به ریاست جمهوری فرانسه آیا برای امنیت اروپا در زمان بحران و درگیری چی معنای خواهد داشت؟ نزدیکی او با روسیه کاملا با رویکرد اکثر رهبران غربی در تضاد است. به محض پایان یافتن جنگ روسیه و اوکراین و حل و فصل آن با یک پیمان صلح، من خواستار نزدیکی استراتژیک بین ناتو و روسیه خواهم شد. مارین لپن از ارسال تسلیحات سنگین به اوکراین انتقاد کرده است. او می‌خواهد پیوندهای فرانسه با ناتو را تضعیف کند. پس از انتخاب رئیس جمهور، فرماندهی یک پارچه ناتو را ترک خواهم کرد، اما از اجرای ماده 5 پیمان اتلانتیک شمالی در مورد امنیت مشترک و جمعی چشم پوشی نمی کنم. رنارد فوکارد، استاد دانشگاه لنکستر، می گوید پیروزی لپن به شدت اتحاد غرب در برابر روسیه را تضعیف خواهد کرد. او اگر یگانه کاندید انتخابات فرانسه نبود، در میان نخستین کسانی بوده است که الحاق کریمیا به روسیه را به رسمیت شناخته است. بنابراین خیلی واضح است که او طرفدار تحریم‌های شدیدتر نخواهد بود. او با آنها مخالفت کرده است و به شکل خیلی پرسر و صدا در مخالفت با تحریم‌های مواد سوخت فسیلی، گاز و نفت روسیه بوده است. اما ژرارد آرود، سفیر پیشین فرانسه در سازمان ملل متحد، میگوید که در هفته‌های اخیر محبوبیت لپن علی‌رغم روابط گذشته‌اش با رژیم روسیه در نظرسنجی‌ها افزایش یافته است. او واقعاً به نوعی از پوتین فاصله گرفته است. او حمله به اوکراین را محکوم کرده است. نکته دومین که می‌دانید که در فرانسه مانند ایالات متحده انتخابات نه بر اساس مسائل سیاست خارجی، بلکه بر اساس مسائل سیاست داخلی تصمیم گیری می شود و مانند ایالات متحده فرانسه با موجی از تورم مواجه است. مارین لپن مبارزات انتخاباتی خود را بر هزینه‌های زندگی متمرکز و مکرون را رئیس جمهور منزوی توصیف کرده است که نسبت به فرانسه وسواس و نگرانی بیشتر برای اروپا دارد. لپن سالها برای خروج فرانسه از اتحادیه اروپا مبارزه کرده است. اکنون او می‌گوید که به اصطلاح بیرون شدن از آن سیاست وی نیست. در عوض او می‌خواهد به اصلاح ائتلاف بپردازد. یک پیروزی غافلگیر کننده برای لپن احتمالاً با پیامدهای بزرگ برای ناتو و اتحادیه اروپا باعث ایجاد لرزش در ائتلاف میان امریکا و اروپا خواهد شد. لیلا ما حبیب عظیمی، تلویزیون آشنا، صدای امریکا، واشنگتن دی سی.